کیوان فتایی هستم، برادر استاد ایلیا پیمان فتایی. یه مدت از دستگیریشون که نگذشته بود من دستگیر شدم. وقتی که وارد خونه شدن از تمام خونه فیلم برداری کردن. خیلی بچه ها وحشت زده بودن، خانومم پسرم گریه میکردن مرتب. هرچی ازشون سوال میکردیم آقا مشکل چیه، چیزی به ما نمیگفتن. خانومم اون تو اون موقع هرچی بهشون میگفتش که کجا میبرینش، میگفتن بهشون میگفتن که برو دنبال زندگیت و حالا آزادی این حالا حالا ها طول میکشه. خب من به خودم مطمئن بودم که من کاری نکردم که اینقدر بخواد مشکل ساز شه، ولی خب اینا اصرارشون این بود که این حالا حالا ها مهمون ماست. من یه 2 ماهی توی انفرادی بودم، توی بازجویی چقدر اذیت بود، چقدر کتک بود، چه میدونم، همه جور فشار توی بازجویی ها بود. این موضوع به همین شکل ادامه داشت تا به اصطلاح شروع میشد که در رابطه با استاد صحبت کردن و بحث کردن که مثلا این اینجوری بوده اونجوری بوده. صحبت هایی که میکردن، واقعا اینو میگم، واقعا میگم، خدا رو شاهد میگیرم، برای اولین بار بود که حتی به گوش من خورده بود. چون که به عنوان کسی که حداقل از توی خانواده نزدیکترین شخص به ایشون بود، نزدیکترین شخصی بود که با ایشون ارتباط داشت، سوالایی میکردن از من که جوابایی از من میخواستن که حتی اگر تیکه تیکه من میشدم اونجا نمیتونستم جواب بدم، یعنی واقعا نمیتونستم به خواسته اونا عمل کنم. چون که ولی بیا همکاری کن فلان کن، مثلا بیا این متنای یه متنایی به من میدادن، میگفتن که بیا راجع به این متنا ما فیلم ازت میگیریم و مطمئن باش بهت قول میدیم که این فیلمو هیچ وقت پخش نمیکنیم، ولی اینو میخوایم توی آرشیو نگه داریم که مثلا برای نگه داشتن استاد در مواقعی که ما احساس میکنیم که مثلا پاشو از گلیمش مثلا دراستر کرده، اینا رو بهش نشون میدیم. حالا خواسته هاشون توی اون برگه ها مثلا میگفتن که بیا اعلام کن که ایشون توهم داره از بچگی، مثلا تو حالتهای توهم بوده، چه میدونم دروغ میگفته خیلی. خب بعد واقعیت ها این بود که وقتی که بس راجع به استاد میشد، خب من شروع میکردم صحبت کردن، مثال هایی براشون میآوردم. اینو واقعا میگم، خودشون تحت تاثیر قرار میگرفتن، یعنی میگفتن که ما دستور از بالا داریم. حالا بالا من واقعا نمیدونم بالا یعنی چی، دستور از بالا داریم که به شدت با ایشون برخورد شه، به شدت، و هیچ به اصطلاح تمروزی هم ما نداشته باشیم، یعنی هر طوری است ایشون باید ساکت شه. واقعا بازجوها یه حالت غرضیت شخصی داشتن، یعنی حس انتقام بود. یعنی وقتی که شروع میکردن صحبت کردن با یه حس انتقام و حس کینه ای راجع به ایشون صحبت میکردن. همون دفعه ای که منو بردن پشت در که مثلا صدای ایشون رو بشنوم، وقتی که شروع کردن با ایشون بحث کردن، خب ایشون توی بحث بازجوها رو شکست داد، اینجوری مثلا، حالا واقعا شکست داد. و اینا وقتی که دستشون به جایی بند نبود، حالا می زدن، صدای مشت و لگد و اینا می اومد، یکیشون که مثلا همون آقای مشتبایی اگر اشتباه نکنم همونو به عنوان حاجی صدا می کردن، می گفت حاجی بزن مغزشو بتره کن. خب مثلا شما حساب کنین بازجو اگر واقعا بازجویی بخواد انجام بده باید روی اصولی که دارن، ولی اینا واقعا غرضیت شخصی، اون حس انتقام همه رو داخل بازجویی. و من خودم یه بار بازجوم همین حرفو زدم بعد از آزادیم بود، توی دادگاه منو دید توی همون شعبه امنیت، من رفته بودم دنبال کارم، ایشون اومد حالا یه متهم دیگر آورده بودن گویا و رو در روی من شد. اول پرسی کردیم، دید من خیلی سرد باشه اول پرسی کردم، گفتش که منو کشید کنار، گفتش که منو حلال کن. گفتم واسه چی؟ گفت به خاطر اون اذیتایی که شد.
گفتم واقعا حرفی که جوابی که بهش دادم، گفتم خیلی دوست دارم این کار را انجام بدم، چون که حداقل از ایشون یاد گرفته بودم که ببخشم همه رو. گفتم خیلی دوست دارم به خصوص شما و همون آقای مشتبایی و یکی دیگر رو ببخشم، ولی حس میکنم شما توی بازجوییاتون غرضیت شخصی داشتین نسبت به من، نسبت به ایشون، و یه خورده برام سخته یا باید باز شه که چرا اینجوری با ما برخورد کردین، چون که من از کسای دیگه سوال میکردم حالا توی زندان وقتی که ما رو منتقل کردن توی بخش دیگه که حالا 7-8 نفر بودیم، سوال میکردم مثلا چطوری بود، حالا با به این شدتی که بود برای اونا هم بود، ولی به این شدتی که برای من بود یا دیگه مثلا جنگ روانی که برای ما درست میکردن به این شدت برای اونا نبود. خب این خواسته بازجو بود از من بعد از چندین ماه از آزادی من، هم به اصطلاح با وثیقه آزاد بودم میگذشت، و این از من خواست واقعا حلالش کنم. واقعا برای من سوال بود کسی که انقدر دنبال حلالیته، کسی که انقدر براش حلالیت اون دنیا مهمه، چرا باید اینجوری توی بازجویا اونجوری برخورد کنه؟ یعنی هیچ حسی، هیچ، یعنی شما واقعا حس میکردین یه آدم آهنی در کنار شما نشسته و فقط به اصطلاح تنظیم شده برای کتک زدن، داد زدن، همین. یه حالت آرامشی وجود نداشت توی اتاق بازجویی. یعنی من واقعا شبا آرزو میکردم که صبح نشه، همش دعا میکردم خدایا دیرتر صبح شه، یعنی دیر برای من بگذره که صبح بازجویی ها شروع نشه. خبر فوت برادر منو اینا خیلی راحت انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده به کسایی میان میگن که هیچ دسترسی به بیرون ندارن. یعنی شاید جز سخت‌ترین، یعنی واقعا سخت‌ترین روزای زندگی من همون یکی دو روزی بود که خبر کشته شدن ایشون رو، مثلا ایشون فوت کرد خیلی راحت تو اتاق، و رفته بودن به اصطلاح استاد اینو گفته بودن که ببین اولین تلفات جانی ایشون بود، یعنی مستقیم اینو به من نگفتن ولی رفته بودن به ایشون گفته بودن ببین اولین تلفات جانی ایشون بود، دومی و سومی هم شاید در راه باشه. خب ما بعد از اون آزاد شدیم و یعنی با قرار 300 میلیون تومان، منم با همون قرار وثیقه موقتا آزاد کردن و تا دادگاه ما.